بیننده از این پرسن که نمازهای سنت از جانب رسول الله هست آیا این شرک نیست؟ کی گفته از جانب رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم کی گفته این رو؟ و ما ینتقو عن الحوا این هو الا وحی یوها پیامبر هیچگاه از هوا و هوا سخن نمی گفت این که به ما گفته دو رکعت نماز قبل از ظهر بخوانید یقین صد در صد داشته باشید که این از طرف الله سبحانه و تعالی است اگر گفته مثلا چهار بعد از فرض ظهر بخوانید دو رکت قبل از فرض صبح بخوانید یا دو رکت بعد از فرض دو رکت قبل از مثلا فرض عشا بخوانید همه اینا از جانب الله متعال است هیچ حرفی رو پیامبر هیچ حلالی رو حرام نکرده هیچ حرامی رو حلال نکرده هیچ عبادتی رو برای ما مشروع قرار نداده الا اینکه به اذن الله سبحانه و تعالی و وحی الله سبحانه و تعالی این کار رو انجام داده سنت رسول الله صلی الله علیه و آله سلم وحی است دو دنبال عرفای کسایی که میگن که سنت پیامبر وحی نیست اجتهاد پیامبر از حرف پیامبر است اینا دشمنان دینن اینا از دین رسول الله الله علیه و سلم خبر ندارن سنت پیامبر وحی الهی است چون پیامبر صلی الله علیه وسلم از هوا و هوس سخن نمی گفت بالفرض محال فکر کنید که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته شما درکت سنت قبل از صبح بخوانید همین که الله متعال سکوت کرده و چیزی نگفته دلیل است که رضایت الله سبحانه و تعالی در این بوده موافقت الله سبحانه و تعالی با این دستور پیامبر دلیلی بر این است که این جزء شریعت و دین است که الله سبحانه و تعالی این رو قرار داده است چون اگر پیامبر صلی الله علیه سلم خلاف خواست و اراده الله متعال چیزی رو انجام میداد الله متعال از بالای هفت آسمان کنترلش میکرد نگرش می داشت نه این درست نیست آیات زیادی در قرآن کریم داریم پیامبر عملی رو انجام دادن الله سبحانه و تعالی همون لحظه چرا این کار رو انجام دادی؟ این طوری نیست اینطوری است اینم گفتم فرض که اگر ما بخوایم حرف اونها رو قبول بکنیم که برای سنت پیامبر وحی نیست حقیقتش این است که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وحی الهی است اما این درجهش فرق میکنه فرض را اگر نخواندی الله سبحانه و تعالی شما رو معاقبه میکنه یعنی چی این یک گناه برای شما محسوب میشه اما سنت را نخواندی گناه برای شما محسوب نمیشه فقط چی میشه الله سبحانه و تعالی اون فضل و درجه رو که برای شما در نظر گرفته بود اون رو بد نمیده مثل این میمونه که شما قرار برید مثلا کابل تهران دوشنبه برای دیدن مثلا مادرتون هدف اصلی دیدن مادر است رفتید در اونجا کسی به شما بگه که شما اگر دوشنبه رفتید و یک بسته ای رو در اونجا پیشی کسی هست برای من آوردید من به شما هزار دلار کمک میکنم هدیه میدم اجرت شما رو میدم الان کدام انسان احمقی وجود داره که این کار رو نکنه به یک بسته کوچیک رو از اونجا از پیش برادرم بردار برای من بیار حالا که تو داری میری مثلا کابل این بسته رو بیار من هزار دلار به تو هدیه میدم انسانی هست که نو قبول نکنه مگر اینکه عقل شاید دست داده باشه الله میگه که این نماز فرض این رو که باید انجام بدی چون این رکن ایمان است رکن اسلام است این صلات کانت کتابا کتاب موقوتا این فرض است این رو نمیتونی بگی والله نه این طور, اون طور این رو باید انجام بدی مادامی که این رو داری انجام میدی دو که دیگه قبلش بخون به توی خانه در بهشت میدم احمقی از که در دنیا این رو بگه که والا من نمیخوام میگه این دو رو بخون من خانه در بهشت برات میدم اینطوری فکر بکن